نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. در سوره والعادیات باز هم زجر و توبیخ میخوانیم، سرزنش میخوانیم بر ظلم کفار، کفاری که ظلم میکنند، ستم میکنند. الله تعالی در سوره عادیات ابتدا سوگند یاد کرده والعادیات ضبحا. عادیات میگویند اسبهای تندرو را، تیزرو را، اون اسبهایی که تندرو و تیزرو هستند، ضبحن در حالی که همهمه می کنند، شیه می کشند. اسبها شنیدید وقتی که اسب واقعا اسب خوب و مرغوبی باشد، اصالت داشته باشد، ضمن اینکه با سرعت تمام میره، چهار دست می کنه، همهمه می کنه، شیه می کشه. لذا الله تعالی اونها را به عنوان شاهد گرفته، به اونها سوگند یاد می کند، قسم به اون اسبهایی که به سرعت می دوند و همهمه کنان، شیه کشیدن، فالموریات قدحا، قسم به اون اسبهایی که موریات می گویند اون اسبهایی که سمهایشان و کفشکهایشان به اصطلاح با سنگ ها اصابت می کند و آتش تولید می کند، جرقه می زند. اینها هم به هر حال بهترین اسباب و در چه شرایطی اینها می دوند و با چه سرعتی می روند. فالموریات، پس جرقه زنان، قدحن، آتش افروز، یعنی اون اسبهایی که سمشان جرقه می زند و آتش روشن می کند. فالمغیرات صبحا، و قسم به اون اسبهایی که غارت کنندگان هستند سحرگاهان صبح، چون وقتی که در اوقات دیگر همه بیدار هستند، مواظب هستند، بعضی ها هستند که سحرگاهان حمله می کنند، از غفلت مردم استفاده می کنند. فاثرن به نقعا، پس ایجاد می کنند به سبب آن گرد و غباری را، یا بهی به معنی فیه هست، این اسبها در اون میدان گرد و غبار ایجاد می کنند. فوسطن بهی جمعا، پس این اسبهایی که در وسط جمع یعنی گرمی کارزار وارد می شوند. ببین اینها اسبای جهادی هستند، هر حالتی باشد ارزشمندند. اونهایی که با سرعت تمام می روند و همهمه می کنند، آنهایی که چنان سرعت می روند که جرقه و آتش ایجاد می کنند، آنهایی که صبحگاهان حمله می کنند، آنهایی که می روند غبار و همه جا گرد و خاک بپا می کنند. فوسطن بهی جمعا، آنهایی که می روند در وسط جمع قرار می گیرند، در وسط کسانی که جنگجو هستند قرار می گیرند، یعنی در گرمی کارزار و جنگ قرار می گیرند و مشغول جنگ و جهاد می شوند. سوگند به همه اینها، این جواب قسم است. ان الانسان لربه لکنود، جواب سوگند هم است
بیان مرض هم است. همانا انسان، منظور از انسان، انسان کافره، مشرکه. همانا انسان لربه نسبت به ربش لکنود، ناشاکر است، ناسپاس است، چنان ناسپاس است که و انه علی ذلک لشهید. همانا اون انسان بر این خودش هم گواه است، مطلع است، خودش هم میداند. و انه لحب الخیر لشدید. این دلیل مرض است. چرا انسان ناسپاس است؟ چونکه انسان نسبت به حب مال شدید است، خیلی مال دوست دارد، دنیا را زیاد دوست دارد. ولی اینجا تزهید است. مگر انسان نمیداند که به قبر میره؟ مگر انسان نمیداند که این دنیا میماند و چیزی برای انسان نمیماند از مال بغیر از عمل انسان؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا این انسان نمیدانه وقتی که زیر و رو می شود آنچه که در قبر هاست؟ یعنی انسان از قبر برمی خیزد و حصل ما فی الصدور، و حاصل میشه، به دست می آید آنچه که در دل هست. اونچه که انسان ها در دل داشتند، عم از ایمان، کفر، شرک، نفاق یا امراض دیگر، همه ظاهر میشه، همه اونجا حاصل میشه. از کجا؟ کی خبر میده؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبير. الله می فرماید همانا ربشان، پروردگارشان به آنها يومئذ لخبير، در آن روز خبیر است، یعنی خبر دارد از همه چیز. خداوند مطلع است. ان ربهم بهم يومئذ لخبير معنیش اینه که خدا از همه چیز خبر دارد، علم دارد، و بر اساس اون علم و خبر پاداش میدهد، جزا میدهد. ببینی قرطبی همین مطلب گفته، ای عالم لا یخفا علیه منهم خافیه. خداوند از همه چیز عالم است، از همه چیز خبر دارد، هیچ چیزی بر او مخفی نیست. و هو عالم بهم فی ذلک اليوم و فی غیری. خداوند هم در اون روز عالم است و خبر دارد، در ایام دیگه هم خبر دارد. ولکن المعنا، این سوالی هست، نه سوالی هست که چطور خداوند در اون روز خبر دارد؟ مگه در روزهای خبر دیگه خبر ندارد؟ لذا این جواب داد که نه، در اون روز هم خبر دارد، در روزهای دیگه هم خبر دارد. اما اینجا اختصاص به اون روز، چون اون روز روز جزاست، میخواد جزا بده. ولکن المعنى انه یجازیهم فی ذلک اليوم. قرطبی معنا این است که در اون روز خدا چی میده؟ پاداش میده، جزا میده.